سیاوش عوستا، درودی بر شما. این آقای تلفنشون نمیدونم چرا، آقای دکتر قرقازو هر هفته یک مشکلی پیدا میشه و گرفتار میکنه ما رو. درودی بر شما آقای سیاوش عوستای عزیز. با من درود بر شما استاد شرفشاهی، حالتون چطوره؟ منتظر بودیم آقای دکتر قرقوزلو عزیز رو بشنویم. حالتون چطوره؟ مرسی، نمیدونم چرا تلفنشون اینجوریه، گاهی اوقات ما رو گرفتار میکنه. تلفنشون میفته اون به فرانسه که میگه میفته روی دستگاه انسر مساج، میگه مساج بذاریم، میگه مساج بذار. بله میگه مساج، میگه پیغام بذار. بله مساج، میگه مساج، میگه مساج بذار. من نیم ساعت قبل باشون صحبت کردم، به ایشون گفت که همه چیز آماده است و در حال درسته و بریم. حالا این هفته قبل ما ایشون رو از دست دادیم، این هفته هم دوباره همون شد. این چیه قربان، نشون میدین عکس چی هستون؟ این چارلی چاپلینه. چارلی چاپلین کرواتی آقای شرفشاهی. دختر من این رو 3 ساله بود، الان شده 30 ساله. 27 سال پیش از لندن برای من خرید، رفته بودیم لندن، یادش بخیر. دوستانی که لندن بودن هم دیگه نیستن، مثل پرویز اصفهانی. و اینو دخترم برام از هارولد خرید، 27 ساله نگهش داشتم. بله امشب دیگه. اولا آقای دکتر شما تخصصی دارین روی افغانستان دارین، این مشکلاتی که بین جمهوری اسلامی و افغانستان ایجاد شده، تصورها همه این هست که مبادا جنگی بین این دو طرف ایجاد بشه و از ابتدا هم طالبان آوردن اونجا و گذاشتن که یه همچین جنگی رو در روزهای دوری انجام بدن. الان میگن داره نزدیک میشه، اینا در حال نیرو پیاده کردن اونجا، سلاح‌های مدرن امریکایی هم که در اختیار دارن امریکایی‌ها جا گذاشتن برشون، همدن و رفتن. و حالا نگرانی ها این است که جمهوری است و بعد علت اینه که یکی از عللی هم که میگن امریکایی‌ها نیرو پیاده کردن در خلیج فارس و اطراف به خاطر همین بحرانی شدن اوضاع در منطقه است و جنگ احتمالی بین ایران و افغانستان. بله استاد شرفشاهی، زبرد دوستان در مورد این تابلو پشت سر من میپرسن که شهیاد هست با شامپاین و پاریس. این هم یکی از کارهای دختر من هست که همین کراوات رو بچه بوده برای من خریده، چون نقاش بسیار خوبیه مورگان شیوا دختر. بله استاد شرفشاهی، امروز همین الان چند دقیقه پیش من چند دین مساج از احمد مسعود دریافت کردم از افغانستان، چون اولا که حالت تاجیکستان، چون اگه نشستی بوده در تاجیکستان که خبر زیاده به برنامه شب نمیخوره نمیرسه، ولی در افغانستان شورش، جنگ، درگیری خیلی شدت گرفته. یعنی همونطور که من بینی میکردم، اینا وقتی که آماده باش دادن که به ایران حمله کنن، گویا الان جنگ داخلی بین خودشون شدت پیدا کرده، چون گلبدین حکمتیار اومده تاجیکستان رو تهدید کرده به خاطر همین مسئله کنفرانسی که اونجا داشتن. و بعد در شهرهای بسیاری مثل تاله و جاهای دیگه، همین امشب خبر به من رسید که اینها رفتن مردم رو میکشن و میزنن و میگن تغییر مذهب بایستی بدیم. یعنی مذهب شیعه اسماعیلی هستن اونجا بیشتر، یعنی شیعه اثناعشری اینا کمتره. ولی به هر حال وارد این مبحث نمیخوایم بشیم. اینها رو زیر فشار قرار میدن، مثل صدر اسلام، یا اسلام رو بیارید یا گردن زده تتتتتتت. و خبر به من رسید که افراد زیادی کشته شدن و افراد زیادی هم رفتن تغییر مذهب دادن، یعنی از شیعه اسماعیلیه رفتن به حنبلی و حنفی و خلاصه اینجوری بیشتر حنفی. یعنی در افغانستان اونجا خیلی خراب هستن چرف شایی. و من یه توصیه‌ای چون به احمد مسعود کردم، این توصیه بسیار چون مهم هست، بهش گفتم هم که من این رو عمومی مطرح میکنم به خاطر که دلم میخواد در جهان، در تاریخ این مسئله بمانه. اون مسئله اینه استاد شرفشاهی، که الان که تهدیدات برای ایران زیاد شده که اینا میخوان به ایران حمله بکنن و غیره، هدف اصلی از همون روز نخستی که جهانخواران انقلاب سیاه مارکسیستی، لنینیستی، ملی، هر چی شما میخواید اسمشو بذارید، که همش چپ بود و تازی رو در ایران با اعراب
راه انداختن و با همین جهانخواران، هدف اصلیشون نابودی عنصر آریایی است، یعنی ایرانی. و به خاطر همین نابودی عنصر آریایی که میتونه یهودی باشه، زرتشتی باشه، بهایی باشه، ارمنی های ما باشن، ارمنستان ما و غیره، و مثل دقیقا کاری که در سوریه کردن و در عراق و اینها، در با جنگ ایران عراق موفق نشدن، بعدا همون جنگجوهاشو صدام حسین فرستاد داخل ایران، الان جنگجوان صدام حسین در داخل ایران. خبر خیلی خوب استاد شرفشاهی، همونطوری که هفته پیشم بهتون گفتم که علمای زیادی یعنی آخوندها و سرداران زیادی تایید کردن سخن ما رو که در خدمت شما گفتیم که در ایران بیگانه حاکم هست، همونطور که داروش عزیزم شعر معینی کرمانشاهی رو خونده که بیگانه در ایران است، یا ترانه خوبی که الان مهیار خون در ابتدای برنامه از کاری کردن برنامه سباس برم من یه چیزی رو خوشحاله ببشم بگم که مهیار پاریس گیر کردی و چندین سال پیش، بعد شوبرت آواکیان به من زنگ زد گفت بابا اومده اونجا کارش درست کنه، تو پاریس دیگه نمیذارم بیاد امریکا، و من کارش درست کردم که برگشت امریکا. و مهیار من از تنها کارت که تا این سالها انجام دادی فقط همین رو خیلی خوشم آمد، کار بسیار خوبی بود، آفرین، در این زمینه باید ادامه بدی. اون کارهای قبلیت هم حالا خوب بود جوان پسر، ولی اینجور همه هنرمندان ما استاد شرفشاهی همونطور که بارها عرض کردم باید مثل این کار ایشون که در اول برنامه پخش شد انجام بدن، مثل کارهایی که دخترهای دیگه که دیگه حالا اسمشون بیارم زیادن، باید این کار رو بکنن. حالا استاد شرفشاهی در داخل ایران الان که من دارم با شما صحبت میکنم، تیمسار کریمیان از فرماندهان اصلی جنگ بوده، الان یک پست بسیار مهمی در داخل کشور، تیمسار حسین علایی، چون من سیاری رو اون دفعه گفتیم و اکبرنامه شو بخش کردم، اینا خودشون اجازه دادن من اسماشون رو بگم، و افراد بسیار دیگه مثل منجتی، خیلی افراد رده بالای نیروهای نظامی ایران، اینها اعتراض کردن به سیستم حکومتی در ایران و به ویژه به علی خامنه ای که این درگیری با زنان ایران به خاطر حجاب کار بسیار غلطی است. یک کاری که خیلی مهم انجام شد در حضور خود خامنه ای که اینم باز من به شما بگم، نگن به منتی کلکای خامنه ایه، نه، در حضور خود خامنه ای استاد شرفشه، چون خامنه ای هم دیدیم که خودش مدافع همین حجاب اجباری است و خودش آتش به اختیار رو اون چه کرده، ولی الان این جو علیه آتش به اختیاران در ایران که توسط پلیس آریایی، توسط تیمسارهای آریایی، توسط دوندال مریم آریایی داره دنبال میشه، دیگه ترتیب خود خامنه‌ای رو استاد شرفشاهی پریروز در جلو خودش دادن. دیگه این فیلم رو ما نمیتونیم الان پخش کنیم چون تایم نیست، ولی من سعی می‌کنم تو برنامه برنامه خودم پخشش کنیم. استاد شرفشاهی یارو که مداحه، مثل این مده ها ما الان 10-20 تا داریم، اینقدر فیلم ها زیادی که نمیرسه، مثل دقیقا استاد شرفشاهی سال 1380 وقتی جنبش سبز شروع شد، هنوز قبلی که شروع شه، قبلش من یه سال قبلش اولین کسی بودم که روی یوتیوب ما برنامه مهدوی رو پخش میکردیم، هنوز یوتیوب رو خیلی نمیشناختن، ما حساب با کرده بودیم که لایو میتونستن برای ما مطلب بفرستن پخش کنیم. من در برنامه متعددی از تلویزیون پارس به مدیریت برادرم ریاست امیر شجره بارها پخش میشد برنامه مثل همی الان، اعلام کردم که شما فیلماتو بگیرید مستقیم برای ما بفرستید به عنوان گزارشگر آزاد. این گزارشگر آزاد 3-4 سال بعد توسط تلویزیون دیگه من و تو دنبال شد، و ما الان میبینیم مردم اینقدر خودشون برنامه میفرستن خارج، اینقدر گزارش میفرستن که حتی اونها هم میگن روزی 1000-1500 دریافت کنن. یعنی الان برنامه زیاد شده استاد شرفشاهی که مردم خودشون اینا رو کتک میزنن. دختره خودش میاد میگه تو چی زر میزنی مردی که مزخرف عراقی، برو گم شو، نوکر صدام حسین، بابای من فرمانده سپاه فلان توی قم، بابای من خود بچه های اینا استاد شرفی، اینو میخوام بگم دخلی رژیم آمده کارش تمومه به خاطر، و این آقا این میخوام بگم مدعاهای بسیار نیست علیه این سرکوب زنان آریایی ما، غیرت بلند شده دیگه، درود دارم به ملت ایران، و دارن عملا کار میکنن. این یارو مدعاه کسیه که اینقدر مدعی کرده پیش خامنه‌ای، زر زده، حسین حسین گفته اینا، میاد حرف میزنه و در برابر خود خامنه‌ای، و میگه گشت ارشاد بره دزدار بگیره، میگه گشت ارشاد مگه سرکوب مال مردم و زنان ایرانه، و بعد جالب است تا چرشایی
وقتی که خامنه‌ای تو خودش شب شعر میذاره، این شاعری یه خط که میخونه اگه خامنه‌ای زری میزنه او دیگه ساکت میشه، یا اصلا به خامنه‌ای توجه هم نمیکنه، توجه هم نمیکنه. خامنه‌ای وسط حرفش هرچی حرف میزنه این شعرش رو میخونه ترتیبی را میده. یعنی مردم ایران هر چه گفتیم و گفتند و چقدر آقای شرفشاهی استاد شرفشاهی دغدغه‌ای داشت و داره مثل همه، که شما مردم بیاین توی کوچه، مردم بیاین پشتیبانی کنین، الان شده دیگه، پشتیبانی شده و به حد اعلای نیروهای انتظامی شاهنشاهی رسیده. چون استاد شرفشاهی یادتون نره، یادمون نره، انقلاب وقتی سیاه پیروز شد و یک سال و نیم بعدش جنگ آغاز شد، از بچه 13 ساله تا فرماندهان 40 ساله تا که آموزش دادن بقیه رو تا 20-25 همه اینها فرزندان آریامهر بودن، همه اینا فرزندانی بودن که در ارتش شاهنشاهی آموزش یافته بودن و اینا حتی اون بقیه رو آموزش دادن. اینه که این ارتش شاهنشاهی، این غیرت اهورایی 7700 سالش الان اومده رو. مطمئن باشید که به زودی آزادی به ایران برمیگرده. حالا اونی که میخوام بگم دو تا ویدئوی خیلی کوچیک 30 ثانیه داریم استاد چرخ، دوتاش اینه که جمهوری اسلامی چون در مخمصه قرار گرفته، همونطور که خود اینا هم یه بار گفتن ما اگه بخوایم بریم کشته بشیم سرزمین رو نابود میکنیم. آقا این شرفشاهی شما را لازم نیست بگیرین، تلفن از اینجا فرانسه رایگان هست، ایشون اگر حالشون خوب باشه و مشکلی نباشه که آرزوی سلامتی براتون دارم، ایشون خودشون به شما زنگ میزنه، چون تلفن از فرانسه به امریکا اصلا مجانیه، حتی ما با تلفن دستیمون زنگ زدن مجانی. شما برنامه‌تون رو برید ایشون اگه فرصت بشه، آقای دکتر عبدالله قرعه حضور خواهش می‌کنم که اگر تشریف دارید و امکان هست شماره فارس تی وی رو بگیرید که چون تلفنتون وصل نمیشه. اینو رها کنید، اینو ساچ حرف بزنید، چون به هر حال به بیننده باید احترام بگذارید در هنگامی که برنامه پخش میشه، وقتتون هم که خیلی کمه، بعد حواس منم پرت میشه راستش بخواد. آره حالا میخوام اینو بگم که استاد شرفشاهی عزیزم قربونتون برم، اینو میخوام بگم خدمت شما، رژیم چون میدونه داره نابود میشه داره تنش آفرینی میکنه در سر تا سر جهان. یه کار خیلی بدی که اینو انجام دادن، کار خودشون هم بود، همین جریان شاهچراغ بود. جریان شاهچراغ بود به خاطر اینکه شاهچراغ اومدن اولا یک جوونی بچه خردسالی رو که اهل تاجیکستان آوردن تو این قضیه و به خاطری که روابط جهان فلان رو با تاجیکستان عزیزم خراب کنم، چون تاجیکستان من درود دوباره میفرستم به امام علی رحمان فرنشین تاجیکستان، دوست عزیز بنده، سرور بنده و رئیس جمهور بنده، رئیس جمهور من امام علی رحمان هست آقای شرفشاهی، رئیس جمهور سرزمین های آریایی و آریایان پراکنده در جهان امام علی رحمان هست. این حرامزاده ها میخوان کاری کنن که در اونجا هم نارامی به وجود بیارن در تاجیکستانی که چقدر زحمت کشیده. حالا من اینجا یه توضیح رو بدم بهتون، این بچه ها رو وقتی یارو دستگیر میکنه اینش از همه سینما در آقای شرفشاهی فیلم شما داریم، یعنی که از دوتا فیلم های اختصاصی هست که شما الان در اختیار دارین، سی سانی هست خواهیم دید. این مال اسرائیله این فیلم. الان اگه میخواین اینو پخش کنین رو این اسرائیل، بگم بهتون که استاد چرخشایی اینا میخوان ایران کاری کنه که همین جمهوری اسلامی که اسرائیل به ایران حمله کنه. چیکار کردن؟ اومدن میگن سپاه پاسداران، یعنی فیلمی که الان اول کارگردان برنامه تهیه کرده میبینیم، فیلمی است که خود سپاه پاسداران امروز پخش کرده و آخر فیلم که 30 ثانیه است شما میبینید که خود سپاه هم توضیح میده، که یعنی میگه که این انفجارات اخیر 24 ساعت گذشته در اسرائیل، میگه سپاه داره میگه ما انجام دادیم زمینی، باید بخونید مطلبشو، و به تلافی شاهچرا اینها میخوان کار کنن از این طرف که اسرائیل به ایران حمله کنه، چون در قانون تورات و یهودیت این هست که اگر کسی خونه تو رو خراب میکنه تو بدین خونهش خراب کنی، نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. این یه شعار درستی است. ما خر نمیشیم که دوباره بهم میگه آقا من یه اخوندا رو میبخشم اینا. حالا اسرائیل هم همینه، وقتی میزنه خونه فلسطینیا رو خراب میکنه چون یه زدن خونه یکی چون خراب کردن، اون شک برمودن. حسن نصرالله امروز
صحبت کرد، دقیقا از شاهچرا گفت و تهدید کرد، گفت ما موشکامون نشانه رفته، اینا موشک زدن فلان کردن. این انفجار هم که الان میبینین، خود سپاه میگه کار ماست به طرفی شاهچرا. این یعنی چی؟ یعنی دارن تحریک میکنن اسرائیل رو که به ایران حمله کنه، که ایران سوخته رو بگذارن آخوندا به قبرستان برن، چون آخر کارشون. این فیلم رو ببینیم و بعد اون فیلم شاهچرا رو روش توضیح میدم خدمت. آخر فیلم انفجار رو میبینیم، این رو سپاه برد، מצמר לימין אל ירושלים, אשדוד. מה זה היה? היה לצוץ. منتشر شده و رسما بعد از صحبت‌های خود این مقامات جمهوری پلید اسلامی و حسن نصرالله اینا اینو به عهده گرفتن. خب این یه خطر بزرگه. حالا جریان شاه چراغ رو که اینا خودشون آفریدن، این من به شما بگم استاد شرفشایی، میگن که یارو از حزب اسلامی تاجیکستان بوده و اینا. من حزب اسلامی تاجیکستان رو خیلی خوب میشناسم، چون عبدالله نوری رهبر این حزب الان مرده، یعنی سال 2007 مرد. عبدالله نوری که رهبر حزب جنبش و نهضت اسلامی تاجیکستان بود، میومد پاریس، بارها مهمان من بود، میخواست کمک بگیره از مقامات فرانسوی اینا، من گفتم اینا مسلمانن، خودشم گفتم مسلمان کشکم بود. حالا میگم چرا استاد چرچی با من هر وقت مینشست قرار داشتیم، چه در دفترم چه در هتلی که بود با هم ملاقات میکردیم، میگفتم چی میخوری؟ اولین چیزی که سفارش میداد ودکا، بعدم پشتش ویسکی. یارو که اسم میگم بچهای تاجیکستان میشناسن، تاریخ دان ها میفهمن، ایشون رهبر و مؤسس حزب اسلامی تاجیکستان بود که درگیری های شدید، قتل و کشتار شدید در تاجیکستان را انداخت. بعد امام علی رحمان انسان باشرف، فرنشین جهان آریایی، انسان باشرف، اومد استاد چرفشایی برای که صلح برقرار کنه تو مملکت خودش، این عبدالله نوری رو گذاشت وزیر گمرکات. وزیر گمرک کشو تا دلتون بخواد دزدی کرد، کسی که مشروب میخورد، وقتی بچه رو تحریکش کردن با که بره شاهچراغ این بمبول را بندازه بچه بکنه. خب اینو میخوام اینجا اینو بگم استاد چرفشایی، بچه ها شما نه گول آخونده ایران بخورین، نه گول آخونده هر مملکتی، اینا همشون خودشون هیچ دینی اون ندارن استاد چرفشایی. من جوک همینجا وسط قضیه بگم که واقعیته، یعنی جوک نیست ولی واقعیت خنده داره. اینجا دفتر من در خیابان شانزلیزه که است، روبروی ما ایران ایر اونور خیابون و بالاش و کنارش سالیان سال محمد رضا شاه خریده بود که دفتر فرهنگی سازمان فرهنگی ایران اونجا بود و یک بخشیش هم یک چلو کبابی بود، یعنی طبقه بالا. اینا همه رو اونا فروختن الان که حالا فقط ایران ایر مونده، حالا کار نداره. یک روز استاد انوشیروان روحانی، درود دارم به استاد اکبر گلپایگانی، درود دارم بهش، و شادروان امان منطقی مهمان من بودن. بعد همون روزم این نماینده تازه از این ایران اومده بود برای همین خانه ایران اون بر خیابونه اینا، اومد دفتر من با یک کسی که فرانسوی بود، گفت آقا تازه اومده رئیس خانه ایرانه. گفت آقای استا من اومدم دعوت میکنم شما بیان حتما پیش شما غذا بخوریم. گفتم میخوایم چرا که آقا مسموم ما بدی؟ گفت نه نه. گفتم آخه من نمیتونم پیش شما این غذا بخورم. گفت چطور؟ گفتم من مشروب باید بخورم، من اگه شراب یک لیوان ظهر با غذا نخورم نمیتونم اصلا. من مشهدم که بودم میکار میکردم. آقا شرفشی ایشون به من گفت آقا شما بیاین اونجا ما یه کاری میکنیم. گفتم این شرابم سرو میکنی؟ گفت نه شما خودت شراب خودت بیار. گفتم چش. ایشون پنج شنبه اومد، جمعه نه شنبه، این سه تا استاد مهمان من بودن، دو تاشون الان هستن، آقای امان منطقی نیست. ما با امان منطقی، انوشیروان روحانی و استاد گلپایگانی رفتیم پیش اینا و من سه بطرم شراب با خودم گذاشتم تو ساک بردم. از این ور خیابون که ما رفتیم ور خیابون، یارو مدیره ریخ پایین، آقای هبش تو خوش آمدی، چاکرت هم نوکر دارم. گفتم من تنها نیستم. نگاه با من نگاه کرد نشناخت، چون زمستون بود اینا پالتو. گفتم استاد اکبر گلپایگانی، استاد انوشیروان روحانی،
ام استاد امان من آه قربان آقای روحانی الان ما داریم موزیک شما رو بالا پخش می‌کنیم. ما رفتیم بالا راستم گفتش موزیک روحانی پخش می‌شد موزیک آرام. استاد شمشیر ما تا بهش گفتم آقا من شرابمون رو گفتی آوردیم نگاه بهش نشون دادم ساک از من گرفت. ساک از من گرفت ما سه بوت شراب زیر عکس خامنه‌ای های شرابجی خوردیم. بعد آخرش هم پول شرابا رو با ما فقط نه که پولش حساب کنن پول بطری وا کردن رو حساب کرد پرداخت کردیم. بعد اینا استاد گلپا اینا رو که تهران برگشتن گرفته بودن که شما چرا خوردید چیکار کردید اینا استاد روحانی و آقای گلپایگانی گفتن آقا میدونید ما که ما شراب خور نیستیم که گفت سه بوت شراب همه رو خودش اوستا خورد ما فقط ویسکی میخوریم و کنیاک. حالا میخوام به شما بگم استاد شرفشاهی وقتی تا این حد اینها در خانه ایران که عکس خمینی از خود ما رفته اونجا مشروب خوردی خود عبدالله نوری مشروب خور بوده این بچه نادان ابله رو یک جسه دادن دستش آمده اونجا که تحریک کنن که اسرائیل به اینا حمله کنه چون الان درگیری ها در خود افغانستان شروع شد احتمال حمله افغانستان یکم به تعویق افتاد که اسرائیل حمله کنه به ایران و این فیلم رو نشون داد. حالا شما مسخره بودن این قضیه که میخوام این فیلم دوم رو ببینید. این فیلم دوم نشون میده چون دیروز استاد شرفشاهی جمهوری اسلامی اومده یک بازی دیگه راه انداخته آقا قهرمان قهرمان داریم ما قهرمان ما تروریست رو گرفت یارو تروریست های شرفشاهی چون تفنگ اینا رو خودشون بهش دادن اینقدر تیراندازی کردن یادم رفت تا 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 شمردن تا تیراش تموم شده یارو از پشت سر میره میگیرتش. این همین فیلم دومی است که میبینیم که این قهرمان پنبه‌ای درست کردن نظام اسلامی رو هم بشناسیم. بله ملاحظه فرمودین استاد شرفشاهی خلاصه اینم تا این حد حالا ما به فرمایشات شما گوش بکنیم و یک کمی تا ببینیم آقای دکتر قرقوزلو رو پیدا کردیم یا نه که به حال جواب آقای دکتر قرقوزلو من باشون قرار میذارم شما رو دوست داره یه آقای شرفشاهی همونجور تلفنش دستش داره شما رو میگیره کاش کم یه زنگی بزنید چون جای حالتون بشیم لاغر نگران نباشید آقای شرفشاهی حتما ایشون یه کاری واجبتری بوده و اینا شما نگران نشید چون آقای شرفشاهی آقای قرقوزلو خیلی انسان چیز قلبی قلبش خیلی رقیق و نازک و اینا شما ببین از اول برنامه اونطور گوشید هست چه بنده خدا داره شما میگه شما خواهش رو این زن کوچولو بزنید تو خاطر استاد شرفشاهی جمع بشه بتونید برنامهشو بره جمع جور کنه. استاد شرفشاهی من به شما گوش میکنم قربان. بله من باشون در حال قبل از برنامه صحبت کردم و گفتم من آمادم دفعه قبلم آماده بودم نمیدونم این تلفن چرا اینجوریه ولی تلفن مثل که مشکل خودشونه. حالا الحمدلله حالشون خوبه همین تا همین حد برای ما کافیه که سرحال و غبراق هستن و ولی محروم میشیم از دو هفته از خبرها و مطالبی که برای این برنامه تدارک دیدن که بشنویم. این میدونین که یه دختر خانومی از به نام نازیلا معروفیان که داره تلاش میکنه جایگزین مهسا بشه و علیه رژیم داره فعالیت میکنه و سپاه پاسداران به مادرش گفته به این بگو جلوی خودشو بگیره و الا مهسای دومش میکنیم ما نگرانی نداریم که اینم بکشیم. بنابراین باید مراقب خودش باشه به مادرش هم مرتب دارن هشدار میدن که ولی جوانهای ایرانی جلوشونه دیگه هیچ کسی نمیتونه بگیره. شرایط اینه که وقتی جوانی در یه خونه ای داره زندگی میکنه میبینه که مادر و پدرش توان اداره اون خونه و زندگی رو ندارن مقدورات و مشکلاتشون در حال زیاده بنابراین اینا مجبورن که به یه نحوی مبارزه رو ادامه بدن و این که ببینیم به این شکل دارن باشون مبارزه میکنیم. آقای سیاه شبستا یک
مطالب دیگه ای در حال در شما در اختیار ندارید که برای این برنامه بگیم ببینیم چی هست. صدای منو میشنوید؟ بله استاد شرفچه. من عرض کنم خدمتتون که پروانه میخوام ازتون که من اینجا واقعا از این زنان ایران، هنرمند ایران که طی این سالها با خوندن کارهای هنریشون این روحیه سلحشوری رو در میان زنهای ما، دختر ما نقش مهمی داشت آفریدن، سپاسگزاری کنم. از جمله سرکار خانم همیرا عزیزم که من درود دارم بهش، از راه دور دستشون میبوسم. این اعتبار موسیقی ایران، ترانه های خوند که بهار بهاره است، ترانه های خوند که جهانخواران، که اینها نقش بسیار مهمی داشت. و چون شما فرمودین در این رابطه، من از سیما بینا میخوام سپاسگزاری کنم. سیما بینا استاد چرفشایی وقتی که خوند که جوانای ما همه شیرن، جوانای ما همه ببرن، ما الان میبینیم که ببرها و این شیرها چه شجاعانه آمدن تو میدون. و همین خانم سیما بینا استاد چرفشایی از ایران آمده بود، 20 خورده سال پیش از ایران به ایران میخواست برگرده، اینجا میخواست کنسرت بره. گفتم خانم نه خودت روسری سرت میکنی، نه موزیسین ها که همه دختر بودن، الان یکیشون هم تازگی عروسی کرده، شاد باش میگم بره. و بدون روسری باید بخونی؟ گفت حتما میخوای بگی که 4 تا دخترم بیان بالای صحنه برقصن. گفتم به جان شما 4 تا دختر که سر 40 تا دخترم برات میگیم رو صحنه بیان باید برقصن. خندید و این کار عملی شد. این کار در همون هنگامی که سرکوب های شدید 25-30 سال پیش عملی شد، سیما بینا بدون روسری خون، سیما بینا هنرمنداش بدون روسری اومدن روی صحنه، دخترهای زیبای آریای ایرانی پشت سرش خوندن. امروز که این نهضت مهسای عزیزم و نیکا و هزاران که الان هزاران هم استاد شرفه دیگه سامن میشون بیاریم، همه هم ملتیپ شدن و تولید شدن. شما ببینید مثل حدیث، مثل سارینا، مثل نیکا که اینا هنرمند بودن، مثل خود مهسا. من رو برنامه شما همون روز اول اعلام کردم که مهسا هنرمند بوده، اعلام کردم که این مهسا هنرمند بوده، کارش هم پخش کردیم. بعد یادتون باشه به شما اومده بودن زنگ زدن آقا نگوی هنرمنده، میخواستن همونجا فیتیلی قضیه رو خاموش کنن. اما خوشبختانه این فیتیلی شعله ور شد، جهان رو گرفت و دید همه دخترای ما و پسرای ما رو که کشتن، از رهنورد بگیرید شما تا حسینی ها بگیرید تا شاکر، همه اینها هنرمند، قهرمان و الان تکرار شدن. شما ببینید چقدر دخترای زیبای ایرانی استاد چرفچه میان کار رقص و لبخونی هنرمندای ما که کشته شدن، نیکا و دیگران رو، یا سارینا و حدیثا و و و و دوبال بودن. این بایستی اینجا سپاسگزاری کنیم از افرادی مثل خانم سیما بینا. حتی من میخوام از گوگوش سپاسگزاری بکنم. گوگوش وقتی که از ایران خارج شد ترانه زرتشت بخون و برای من فرستاد مسئول کیمیایی، همون اول زرتشت بخون، با زرتشت از ایران خارج شد. ولی خب در مقطعی چون تو دست اطلاعاتی ها بود، من خودم هم اونجا برنامه رفتم و سر جای خودش. ولی گوگوش هم یک اسفس هست تا چرف شد، بچه ای که از 3 سالگی الان 73 سالشه، از 3 سالگی تو صحنه است، همینطور هم محبوب مونده. این شیر زنان آریایی ایرانی ما اینها هم هستند. اینجاست که بایستی از این عزیزان در این سالگرد مهسا، چون همه این بمبلوازی هایی که رژیم داره راه میندازه، داره همه کارا میکنه، رئیسی داره میره عربستان سعودی، عبداللهیان آخری هفته میره، عبداللهیان وزیر امور خارجه، رئیسی بعد از عبداللهیان در 20 روز دیگه میره عربستان سعودی، که دیگه اینا محکم بکنن به اصطلاح خودشون که از افتادن بیفتن. چون قوی ترین کشوری که از نظر اقتصادی تمام این تلویزیون های چیز انترتینمنتی رو تقویت میکنه و اینا، مال عربستان سعودی است و اینا میخوان اون بگونی فکر میکنن خاموش کنن. ولی با مهر یزدان پارک همچنان پارس تیوی به عنوان برترین رسانه مردمی میهنی و آگاهی بخش در داخل ایران و در میان ایرانیان هست و اینا هر کاری که بکنن، هر ساخت و باختی که بکنن، یا مثلا مجاهدین میخوان بفرستن کانادا، حالا اپوزیسیون یک گروه و یک جریان و یک فلان نیست. اپوزیسیون الان دیگه ملت ایران استاد چرفشایی که داریم با این سالگرد مهسا میره به پیروزه، اینا خودشون فهمیدن. بله، این داشتم میامدن امروز به تلویزیون یه تلفنی داشتم از ایران که میگفتن که این وضع جسمی سید علی خامنه ای دوباره
مقدار ناهموار شده و مشکل ایجاد داره میشه و سپاه پاسداران نگرانه که اگر این واقعا یه دفعه سکته بکنه و صحنه خارج بشه چجوری بتونه این مملکت رو اداره کنه، برای اینکه به این صورت نمیشه جایگزین کرد کسی رو به جای خامنه‌ای یا بگیم پسرش رو مثلا بذارن یا اینا امکانش برای سپاه نیست، مگر اینکه خود سپاه قدرت رو در دست بگیره. در فرانسه در زمینه این خبر امروز که منتشر شده شما هم چیزی شنیدین؟ بله، به هر حال بدون شک استاد چرفشاهی امروز که در سالگرد مهسا یزدی ما شاهد این هستیم که رژیم دیگه در پرتگاه و در سقوط رسیده، یک تلنگر میخواد، این هست که با اینو باید بدونیم با همه فرمایشاتی که شما کردید از ابتدای برنامه و مطالبی که منعکس میکنید در روزنامه‌تون هر روز و غیره و آنچه که ما در صحنه سیاسی جهان داریم میبینیم و در داخل خود ایران که پایوران درجه یک نظام، کسانی که رفتن جبهه 8 سال برای اینا جنگیدن، کسانی که بعد این 8 سال تا همه الان خادم و خدمتگزاری رژیم بودن، اینها از این رژیم بریدن استاد شرفشاهی و کار خوبی هم کردن، چون یادتون نره استاد شرفشاهی انقلاب سیاه رو که ساختن هدف جهانخواران و تازیان این بود که ارتش ما رو پیش از انقلاب نابود کنن، که مردم بریزن ارتشی ها رو بگیرن سرشون رو ببرن قتل عام کنن، با ذکاوتی که شاهنشاه نشون داد از خودش و ارتش رو دست نخورده گذاشت از کشور خارج شد، چون میدونید عمل انجام شده است که از تیمسارهای بزرگ محمد رضا شاه که امروز نیست روانش شاد به من میگفت که لحظه آخر من رفتم توی هواپیما، فرد مهمی بود و مملکت بعد از بختیار دست این تیمسار بود اون موقع، به من میگفت من رفتم و دست شاه رو گرفتم در داخل هواپیما که کنار شهبانو نشسته بود، گفتم اعلی حضرت شما دارید میرید بگید ما چه بکنیم خلاص اگه فردا مسئله پیش بیاد، میگه اونجا محمد رضا شاه یه حرف خوب مزد با فلانی، اینها نقشه‌ای دارن برنامه‌ای دارن که همه شما رو تک تک سر ببرن و ارتش منو که ارتش ملت ایران نابود کنن، من که الان دارم میرم برای حفظ ارتش شاهنشاهی ایران، برای حفظ شما هست. این خیلی مهمه، ولی میخوام بگم سپاهی بسیجی فرمانده شما بیایید مثل کریمیان، مثل حسین علایی، مثل تیمسار سیاری باشید، در پست که هستید مقتدر باشید، به مردم بپیوندید و ترتیب این ها رو بدید و یک ایران اهورایی سربلند، چون اگر هم جنگ بشه دیگه مثل شماها که رفتید جنگ پیدا نمیشه، برای اسلام بیاد کسی به جنگ اسلام مدارن که کوچه و خیامون بهش فاش میدن، میشنوید که رسانه های خود جمهوری اسلامی پخش میکنه به اسلام دارن صبح تا شب فوش میدن، برای اسلام کسی نمیاد به جنگه. اگر ایران اهورایی اوستایی، ایران شهریاری امروز فریادش تنین افکن بشه در ایران با تاریخ 1700 ساله، اونجاست که بیگانه نمیتونه به ایران نگاه چپ بکنه و آخوندار اونجاست که ترتیبشون دادن، و همین خاطر برای حفظ جان خودتون و جان فرزندان خودتون، چون استاد چرفشاهی من این قاطع به شما میگم آمار خود اینها منتشر کردن 80% عمرا یعنی از افسرهای ارتش شهربانی و نیرو دریایی نیرو هوایی و خود سپاه، شما بگیر برو بالا، از خود شما باره اینجا نشون دادید و گفتید و الان دختر قالیباف گفتید همه رو گفتید، 80% بچه های خود اینها اسلام رو قبول ندارن، مبانی اسلامی رعایت نمی کنن، چه حجاب باشه چه شرب مشروبات الکلی باشه، تو خارج که از کشور دیسکوتک رفتن اینا باشه نمی کنن، وقتی بچه های خودتون نمی کنن بدبخت ها. شما اگر الان بلند نشید کاری بکنید و این حرف زدنتون قابل ستایش هست، این خط کشیتون در برابر خامنه ای قابل ستایش هست، شما الان بایستی باشین اون کاری که باید بکنین که سرداران کهن آریایی کردن، چه کار کردن؟ از محمد پیامبر اسلام رو مسموم کردن کشتن، تا خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم رو کشتن، حسن رو حسین رو زمین ها رو فراهم کردن کشتن، این کربلا که میرن آقای شرفشاهی ایرانی ها ساختن کربلا رو، ایرانی ها به حسین نامه نوشتن گفتن بیا ما اینجا حوات داریم، بیا ما چاکر ایدیم تا اومد بلش کردن که بکشنش انتقام ایران رو بگیرن،
قیام های مختار اگر بود، سندباد اگر بود، زیدیه بود، شعوبیه بود، قرامتیه بود، همه این سردارای دلیر از پادشاهی بر جای مانده بود، هرمزان عزیز هم بودن و دیگران، بچه ها، عمرا، افسرا، فرماندا، الان کار کار شماست. در سالگرد مهسا ایران رو برگردونید ورقش رو. از تازیان به ایرانیان و آریایان تبدیلش کنید و این صدامیانی که شما باشین جنگیدین الان تو ایران شدن محسنی اژه‌ای، شدن پناهیان، شدن سید علی خامنه‌ای، شدن تمام این باند حاکم، اینها رو شما به راحتی میتونید سرگرم کنید. مردم با شما. بله، بسیار ممنون از شما آقای سیاوش عبستای عزیز. مانند هر هفته مطالب جالبی در اختیار این برنامه ما قرار دادیم. از شما سپاسگزارم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم.